الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند و سلام خدمت شما شاگردای عزیز و فامیل های محترم. امید دارم که جور و صحت باشین و شما شاگردای عزیز درس گذشته را در مضمون ساینس دان که درس اول دوم بود درست خوانده باشین و انشالله که هیچ مشکل نداشته باشین. ما درس گذشته را یک تکرار میکنیم تا شمایی که دوباره با ما پیوستین متوجه شوین و یا کسایی که شاگردایی که در تلفظش مشکل دارن با تلفظش آشنایی پیدا کنن. در صفحه اول کتابتان مضمون ساینس صنف کیجی ما سابق خوانده بودیم که living and non-living things. شما کتابتان صفحه اول باز بکنین و به دقت گوش کنین. living and non-living things. موجودات زنده و موجودات غیر زنده یا موجودات هیه و غیر هیه که با هر دو نام شما حتما آشنایی دارین. در مضمون اول که ما درس اولی که خواندیم راجع به موجودات هیه یعنی living things بود که ما بر شما تشریح کردم که خالق تمام موجودات الله جل جلاله است و همچنان موجودات زنده قادر به این هستند که نفس بکشن، راه برن یعنی حرکت کنن و همچنان رشد نمو بکنن، تولید مثل بکنن و شما آشنا شدین با یا و بعضی لغات هم برش خواندیم که اول بود Allah is the creator of all living things. الله جل جلاله خالق یا پیدا کننده تمام موجودات زنده است. اولین جمله کتابتان که درس اول شامل همی می شد. درس دومتان مربوط به عنوانی است که به کتاب صفحه اول نوشته است Animals. شما می بینین اگر کامره نشان بده Animals به معنای حیوانات که ما در این قسمت خواندیم Bear یعنی خرس، Parrot یعنی توتی، Lion یعنی شیر، Cat یعنی پشک، Duck مرغابی و هن مرغ بود. امروز درس جدید خودک آغاز میکنیم. درس سوم از صنف کیجی مضمون ساینس که اول لغات را میخوانیم که در این درس شامل میشه. Words, meanings که در words یعنی لغات، meanings معناها. اولین کلمه plants. بگوید P plants. P plants به معنای نباتات. Tree تکرار میکنم. Tree. شما هم تکرار کنین. Tree. و چی معنا؟ حتما در صنف نرسری خواندین. درخت. دال ده. ریخت رخت. درخت. میگم. Tree. درخت. و دیگه. Sun. S-U-N. Sun. Flower. F. F-L-O-W-E-R. Flower. ترکیب میکنیم. Flower. Sun. Flower. به معنای گل آفتاب پرست. و روز. R O S E روز. روز. روز به معنای گل سرخ و یا گل روز که شما همگی میشناسینش. کلمه بعدی bushes. Bushes. B U B U S H ش ش. آواز ترکیبی است که از S و H ترکیب شده. آواز شی نمیده و E S شز شز بوشز بوشز به معنای بوته. باز تکرار میکنم. بوشز به معنای بوته. بوته که سبز است. شما میبینید که بعضی علافا و بوتا هستن که رنگ سبز دارن که به نام بوشز یاد میشن. و پیپل به معنای مردم. پیپل به معنای مردم یا انسان ها. در این قسمت هم شما درس را میخوانم براتون که از پلانس است که گفتیم پلانس از جمله چی است؟ موجودات هیه یا living things موجودات زنده است. پلانس هم مثل انیمرز میتونن که رشد کنن، نمو کنن و همچنان تغذیه کنن و به حساب از طریق خاک که ریششان به خاک وصل است و همچنان آفتاب و آب تغذیه کنن. اما شاید سوال بر شما پیدا بشه که استاد جان خودت گفتی موجودات زنده حرکت میکنن، نباتات یا پلانس چطور حرکت میکنن؟ شما میبینین که رشد نمو میکنن اما وقتی که نور آفتاب برشان میتابه جهت خود میتونن که در بعضی اوقات طرف آفتاب دور بدن. پس این هم میشه که از جمله حرکت حساب شوه و بگویم که نباتات هم میتونن تغییر جهت یا تغییر حالت بدن. شما با درخت، گل آفتاب پرست،
و نباتات که هرچه هران چیزی که سبز باشه آشنایی دارین. مردم هم میفهمین که از جمله موجودات حیه و موجودات زنده هستن. خواهر، برادر، پدر، کلان، مادر و طفلای خردی که در خانه میبینین تمامش و جمله چی حساب میشن؟ موجودات زنده و یا living things. فقط بوتره که یک لغت نو است به نام بوش است. شاید شما نفهمین، ما با مارکر بر شما یک بوتره رسامی میکنم. ببینین؟ بوتک شامل برگا میشه و شما بفهمین که بوتک چی رو میگن. همین نباتات سبزی که شما در پارک و یا در محیط باغچه خانه تان حتما به او آشنا هستین و میبینین. امید دارم که درس امروز، درس سوم از درس صنف کی جی ما، مضمون ساینس برای شما مفید تمام شده باشه و مشکل نداشته باشین. اگر مشکل، انتقاد و یا پیشنهاد دارین از طریق یوتیوب و واتساپ میتونین، همچنان تلگرام با ما در میان بگذارین، یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و مشکل تان انشاءالله بخیر حل شوه. تا دیدار بعد، الله حافظ. یکی حالا ایدادم بگم.